جهان ما و فراتر از آن. برنامه فضا با همکاری آژانس فضایی اروپا. Go for main engine start. We have main engine start. 2-1 Booster ignition and the final liftoff of Discovery. با به پایان رسیدن کار شاتل فضایی ایالات متحده آمریکا، صفحه‌ای از تاریخ پرحماسه فضایی ورق خورد. طی مدت 30 سال این سفینه که پیچیده‌ترین دستگاهی که تاکنون توسط انسان ساخته شده است به حساب می‌آید، 135 مأموریت انجام داد. که مهمترین آن فرستادن بخش بزرگی از قطعاتی است که ساختن ایستگاه فضایی بین‌المللی را ممکن کرد. در حومه شهر آرامی در بایرن در جنوب آلمان، اصلی ترین شاهد تمام این ماجراها از اهمیت این سفینه می‌گوید. شایستگی و اهمیت این شاتل برای همیشه خواهد ماند، چرا که این نخستین سیستم حمل و نقلی بود که پس از پرتاب مجدداً به زمین برمیگشت. یورک فوستلبوخل یادآور می‌شود که شاتل فضایی ایالات متحده در درجه اول برای اهداف تجاری طراحی شده بود و به این هدف هم رسید. آمریکایی‌ها انتظار داشتند که هر هفته یک پرواز انجام شود، یعنی 50 پرواز در سال، و در نتیجه پایین آوردن قیمت‌ها و عرضه پروازهای بسیار ارزان. متأسفانه این امر عملی نشد و این برنامه گران‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، ولی همین ایده موجب یک انقلاب واقعی در حمل و نقل فضایی شد. اولین مطالعات و تست های انجام شده موفقیت آمیز نبودند. این پروژه برمیگردد به زمان جنگ سرد و سالهای 50 میلادی. ماشینالاتی با طرح‌های عجیب و غریب آزمایش شدند. دانشمندان برای کاهش یا حتی حذف بالها تلاش میکردند. البته نتایج همیشه رضایت بخش نبودند. سرانجام در اوایل دهه 70 اولین پروازهای آزمایشی و بسیار امیدوارکننده در جو صورت گرفت. فقط باید به تلاش‌ها ادامه داده می‌شد. شاتل کلمبیا در روز 12 آوریل 1981 اولین شاهکار، یعنی نخستین پرواز مداری خود را انجام داد و موجب افتخار آمریکایی‌ها شد. برای رساندن یک هواپیما به مدار باید به سرعت 28,000 کیلومتر در ساعت رسید و دوباره سرعت را به صفر رساند که به زمین بنشیند. در این مقطع شاتل بیش از 2000 درجه گرما جذب می‌کند. این مقدار حرارت موجب نقص و تخریب قطعات کوچک بسیاری از فضاپیما می‌شود و حداقل بیش از 6 ماه نیاز است که دوباره آن سفینه برای پرواز آماده شود. همه اجسام این شاتل حجم بزرگی دارند، به ویژه مخزن اصلی هیدروژن و اکسیژن مایع برای سوخت موتورهای اصلی و همچنین تقویت کننده بزرگی که ظرف 2 دقیقه پودر خود را می سوزاند که سفینه از جاذبه زمین خارج شود و سپس از آن جدا می شود. ساختن سفینه اوربیتر 1.7 میلیارد دلار هزینه و هر پرواز بیش از 450 میلیون دلار خرج دارد. 2 فضانورد برای خلبانی یک شاتل می تواند کافی باشد، اما نسبت به وزن هر پرواز تعداد اعضای آن بین 5 تا 7 نفر خواهد بود. بلند شدن از زمین خیلی هم فشار نمی آورد، تقریبا مثل بازی اسپیس مونتین در دیزنی لند که فشار جاذبه در آن 1.5 است. به عبارتی احساس فشار هنگامی که هواپیما به سمت آسمان پرتاب می شود تنها 50% از احساس وزن خودمان بیشتر است. من بیشتر احساس نیروی قدرتمندی را در حافظه دارم تا یک نیرویی که ما را بدون کنترل به هر طرف بچرخاند. que d'être secoué dans tous les sens d'une façon incontrôlée. نمایش هوایی پاریس همیشه بسیاری از مردم را برای کشف جدیدترین تحولات صنعت هواپیمایی و فضایی جهان جذب می‌کند. ژان فرانسوا کلروا در این نمایش یک هواپیمای ایرباس ساخته شده برای پروازهای پارابولیک که جاذبه زمین را از بین می‌برد را معرفی می‌کند. این فضانورد تا به حال 3 بار به فضا سفر کرده است.
در 135 پرواز انجام شده ما تا به حال 29 پرواز با فضانوردان اروپایی داشتیم. این بدان معنی است که حتی بدون سیستم حمل و نقل ما تا به حال 29 اروپایی را به فضا فرستاده ایم. اولین اروپایی که طی پروژه آزمایشگاه فضایی با شاتل به فضا سفر کرد، فضانورد آلمانی اولف مربورد در سال 1983 بود. کپسول آزمایشگاه فضایی که توسط اروپایی‌ها طراحی شد و از طریق شاتل به فضا حمل شد، به دانشمندان اجازه انجام 29 مأموریت علمی را در بی‌وزنی داد. این مأموریت‌ها کیفیت سازگاری و انتطباق شاتل را برای همکاری بین‌المللی در فضا نشان داد. یکی دیگر از وظایف اصلی شاتل نگهداری از تلسکوپ هابل است. 4 مأموریت در ارتفاع 700 کیلومتری از زمین و در حد اکثر محدوده عملیاتی این فضاپیما انجام شد. بسیاری از فضانوردان اروپایی در این مأموریت‌ها شرکت کردند. از جمله کلود نیکولیه سوئیسی که در رفع گسل فنی در آینه اصلی رصدخانه فضایی کمک کرد. و دیگر وظیفه شاتل مأموریت‌های سوخت و ذخیره رسانی و تعویض خدمه ایستگاه فضایی بین المللی. می‌دانید مشارکت اروپا در ایستگاه فضایی بین‌المللی نزدیک به 8% می‌باشد، در حالی که به نظر من توانایی‌های فنی و صنعتی ما بیشتر از این هاست. حضور ما معادل با قابلیت‌های فناوری ما نیست. تقریباً 50% از حجم ایستگاه فضایی بین‌المللی در اروپا ساخته شده. توماس ریتر در حال حاضر مدیر پروازهای فضایی با سرنشین در سازمان فضایی اروپا می باشد. او اولین فضانورد اروپایی بود که بیش از 6 ماه پیاپی در ایستگاه فضایی بین المللی به سر برد. اما برگردیم به داستان شاتل که جدا از موفقیت‌های چشمگیر ولی با مصیبت‌هایی نیز گریبانگیر شد. در هر دو تصادف مشکل از کپسول اوربیتر ساخته اروپا نبود، بلکه از نقص فنی پیش آمده به دلیل عدم مدیریت روی داد. ابتدا چلنجر در سال 1986 بود که مدت کوتاهی پس از برخاستن یک انفجار این سفینه را کاملا متلاشی کرد و باعث مرگ 7 فضانورد شد. تحقیقات نشان داد ترک به وجود آمده از سرما در واشر یکی از تقویت کننده ها موجب این حادثه شد و با وجود اینکه امکان بروز تصادف در نظر گرفته شده بود، اما در هر حال اجازه پرواز داده شد. دومین تصادف سال 2003 کمی بعد از ورود سفینه کولومبیا به اتمسفر پیش آمد. در این واقعه نیز هیچ کدام از 7 فضانورد جان سالم به در نبردند. در هر دو مورد برای ماها شاتل به زمین نشست. حتی پیشنهاد توقف کامل آن بر زبان‌ها بود. دیگر فقط سفینه روسیه سویوز می‌توانست فضانوردان را جابجا کند. سویوز کوچک و خیلی تنگ است. شما تقریباً 1.5 متر مکعب برای 3 فرد بالغ دارید. شما روی صندلی خود چمپاتمه نشستید با زانوها به عقب. سویوز یکی دیگر از افسانه‌های پرواز به فضا با سرنشین است. 50 سال پیش با یکی از همین سفینه‌ها یوری گاگارین پرواز تاریخی خود را انجام داد. اکنون قابلیت‌های فنی سویوز پیشرفت کرده و از اطمینان خوبی برخوردار است، اما کماکان مشکل جا دارد. یکی از مشکلات بزرگ پس از آخرین پرواز شاتل بازگرداندن تجهیزات از فضا خواهد بود. سویوز تنها حدود 50 کیلوگرم بار میتواند داشته باشد. بنابراین این کار 3 تا 4 سال طول خواهد کشید. پس از تردید بسیار پروازهای شاتل سال 2005 از سر گرفته شد. در این حال ناسا تصمیم به ساخت جانشین آن را گرفت و پروژه ساخت اوریون اعلام شد. اوریون کپسول سرنشینداری است که 4 فضانورد و مقداری بار را هم خواهد کرد و نیز به عنوان وسیله نقلیه در مأموریت‌های روی ماه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کپسول اوریون و جانشین آن به نام MPCV یکی از عوامل است. عامل دومی که مورد نیاز است می‌تواند از واحد خدماتی ATV مشتق شود. ATV واحد خودکاری می‌باشد که توسط سازمان فضایی اروپا برای سوخت و ذخیره رسانی به ایستگاه فضایی بین‌المللی طراحی شده است. او که می‌تواند تا 8 تن بار هم کند، در حال حاضر در اتمسفر متلاشی می شود. ما می توانیم راهکارهای مناسب برای برگرداندن آن
به همراه بعضی از وسایل و آزمایشات پیدا کنیم. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا این می‌تواند واقعاً راه حلی برای آینده باشد یا خیر. در هر حال می‌تواند ایده خوبی باشد. به همین دلیل ما با ناسا شروع به گفتگو کردیم. برای همکاری‌های بین‌المللی این می‌تواند راهکار بسیار خوبی باشد. به ویژه که در آینده پروازها و اکتشافات فضایی بدون شک بین‌المللی خواهد بود و اروپا نقش مهمی دارد. هواپیمای فضایی آتلانتیس چرخه تاریخ شاتل فضایی را می‌بندد. چرخه 30 ساله که در ذهن ما به عنوان یک نقطه عطف در اکتشافات فضایی باقی خواهد ماند. من فقط به آنهایی که با شاتل پرواز کردند فکر نمی کنم. همه کسانی که از قابلیت‌های شاتل بهره‌مند شدند غمگین هستند. حال با آینده نگاه کنیم. این یک واقعیت است که شاتل به انتهای زندگی خود نزدیک است، ولی دستگاه‌های جدیدی توسعه خواهند یافت. ما در تاریخ فضانوردی در مورد آن به عنوان شاه سفینه ها سخن خواهیم گفت و من به آن ادای احترام می کنم، چون سه بار مرا سالم به کره زمین بازگرداند. شاتل فضایی در 6 نسخه ساخته شد. این چالش به ابتکار و نبوغ انسان تا حد زیادی با موفقیت روبرو شد و اینک رو به فصلی جدید. من فکر می‌کنم آینده بسیار جالبی برای دانشمندان و مهندسان در راه است. باید تصمیمات مهمی در سال‌های آینده گرفته شود.